بسم الله الرحمن الرحیم. در جوی قبلی ما در مورد اجزای خاک تشریحات دادیم و صحبت کردیم، گفتیم که سویل کمپوننت اجزای خاک است عموما به دو گروپ تقسیم میشه، به دو بخش، که یه بیوتیک کمپوننت است یعنی اجزای غیر زنده است، و دومیش بیوتیک کمپوننت است یا اجزای زنده است که سویل بیولوژیکال سیستم یا استخوان‌های بیولوژیکی یا موجودات زنده که از دری شامل میشه. اجزای غیر زنده که بود یا اجزای غیر زنده خاکی بود و به دو بخش تقسیم شد، عضوی و غیر عضوی بود که کلش تشریح کردیم. از قسمت غیر عضوی یا اون ارگانیک ماتریالز سویل واتر یا آبی که در خاک وجود داره و منرال ها را، در این مورد بعضی مسائل ضرور است که باید از اوی دوری شما. اول میان به سویل واتر یا به آبی که در داخل خاک وجود داره، تمامی آبهایی که در داخل خاک وجود داره یا در خاک موجود است، انواع یزی که است به چهار میرسه، یعنی به چهار نوع میرسه، چهار نوع خاک آب در خاک وجود است موجود است، ولی اون منیره به دو نوع از دیگاه دسترسی نباتات اکسیبیلیتی نباتات کسی نیره به دو نوع تقسیم میکنه، که آب قابل دسترس نباتات است یعنی available water to plants، یعنی آب است که نباتات میتونه که زو استفاده کنه و رجاز بیتونه توستی روشتم یستم های رشوی خود. گروپ دومیش که است آبی است که برای نباتات غیر قابل دسترس است، غیر قابل دسترس برای نباتات است نان اویلیبل واتر تو پلنتس، این نباتات نمیتونه که از یاب هایی که غیر قابل دسترس است برای نباتات ازو استفاده کنه و ازو بهره ببره. اول میان به آبی که قابل دسترس نباتات است بنامی چی یاد میشه، آبی که قابل دسترس نباتات است بنامی کپیلری واتر یاد میشه، یعنی آب هایی است که بنامی آب های کپیلری یاد میشه، اب های کپیلری اب های است که در اطراف کل های در اطراف ذرات خاک سویل پارتیکل قرار داره و میشه که توسط ریشه های روشتم نباتات که است جذب شده، معمولا جذب که است در توسط روشتم به دو میخانیکات صورت میگیره یا از دو طریق میشه که در داخل ریشه حرکت کنه، یکی بنامی اپ پلاستیک فیتوی یاد میشه، دومیش که است بنامی سیم پلاستیک فیتوی، یعنی طریقه اپ پلاستیک و طریقه سیم پلاستیک کیوره. باز در مضمونی پیزیولوژی نباتی روش بحث میشه و درشه میشه. آبی کپیلری مطلب یگانه آبی است که در داخل خاک در ترکیب خاک وجود داره و میشه که توسط نباتات توسط روشتون توسط ریشه های نباتات جذب شو. اب های غیر قابل دسترس نباتات که است بسی نواز که یکی بنامی گرویتشنال واتر یاد میشه، اب های است که بنامی اب های جذبوی یاد میشه یا گرویتشنل واتر یاد میشه. گرویتشنل واتر یا آب جذبوی کس ای برای نباتات کس نن اویلیبل است، غیر قابل دسترس است، از خاطر ازی قابل دسترس نیست برای نباتات کی آب های جذبوی کس در جای قرار داره در زمین یا در خاک که اونجا ریشه های نباتات یا رسوم نباتات کس بو قسمت نمیرسه، یعنی زیر خیلی پایین است یا بسیار عمیق است پوزیشن یا زیاد یا موقعیت یا زیاد، ولی در یک صورت میشه که از آبهای گرویتیشنل یا از آبهای جذبوی هم نباتات استفاده کنه، که به طریقه تیوبل یعنی چاهای عمیق و یا به طریقه دیگه توسط انسان ها بیرون شه و در محل قرار بگیر که اونجا ریشه های نباتات وجود داره، میشه که باز تبدیل به آبهای کپیلری شه و توسط نباتات از او استفاده به صورت بگیره استفاده شو. اب های دوم که است بنامی کمبایند واتر یاد میشه، یعنی اب های است که اب های ترکیبی است امرای سویل کیمیکل الیمنتس، یعنی امرای عناصری کیمیایی که در خاک وجود داره امرای زوا به شکل ترکیبی موجود است، یعنی یا در کریستال ها به شکل کریستال ها وجود داره، یعنی واتر اف کریستالایزیشن یا اب های کریستالی است که میشه که اگر بخی حرارت زیاد برای خاک داده شود در صورت میشه که ازی از خاک جدا شود، غیر از غیر ممکن است جدا شدن از یه عناصر کیمیایی که در خاک وجود داره، از خاطر برای نباتات غیر قابل استفاده است و نمیتونه که ریشه های نباتات از این بهره ببره و استفاده کنه. نوع دیگه که است برامی هایگروسکوپیک یاد میشه، پای هایگروسکوپیک هم پای است که مبین ذرات نباتات وجود داره ولی نباتات نمیتونه که از پای هایگروسکوپیک استفاده کنه، از خاطر از اینکه پای است که بنابر عوامل مختلف برای نباتات که غیر قابل استفاده است غیر قابل جذب است نن ابزوربیبل است،
يعني جذب نمیشه و نباتات نمیتونه که زیست پیدا کنه. تنها هابی که بنام یاب های کپیلریات میشه برای نباتات اویلی بلست برای نباتات قابل دسترسی است و نمیتونه و میتونه که از او استفاده کنه. همچنان منرال ها که جزء مواد غیر عضوی خاک شمرده میشه. رویزی هم مختصر بس میکنیم. از نگاه انحلالات کس یا سولوبیلیتی یا انحلالات یعنی حل شدن منرال ها کس منرال هایی که در خاک وجود داره یا جزء خاک است به دو گروه تقسیم میشه. یکی کس به نام انسولوبیلیت میشه یعنی غیر قابل غیر منحل است که منحل نیست و دیگهش کس به نام سولوبیلیت میشه یعنی دارای قابلیت است که منحل است یا حل میشه. انسولوبیلیت غیر منحل کس منرال های مختلف است در داخل خاک که از جمله آیرون اکساید یا اکساید یا هنس تیتانیوم است منگنیز است و منرال های دیگه است که در خاک غیر منحل است به شکل غیر منحل وجود داره ولی جزء غیر عضوی خاک شمرده میشه. دومش کس سولوبل است منحل است که موادی مختلف است که در داخل آب به شکل منحل قرار داره در آب و جزء غیر عضوی خاک را ساخته. منرال ها از دیگه عملیه ویدرینگ یا ویدرینگ پروسس به دو گروپ می تقسیم میشه. یکی منرال هایی است که به شکل کامل یا مکملا ی ویدرینگ شده عملیه ویدرینگ یا متغیراتی که بالاش انجام میشه و در نتیجه از میده میشه به ذرات کوچک تبدیل میشه کاملا ویدرینگ شده که از جمله کیور بنامی کامپلیتلی ویدرد منرال زیاد میکنه یعنی منرال هایی که کاملا ویدرینگ شده از جمله الومینو سیلیکیت است که کاملا ویدرینگ است و مانند ازی منرال های دیگری است و دوم کتگوری دوم گروپ دوم کس ان ویدرد یا منرال های است که ویدرینگ نشده عملی ویدرینگ بالاش به شکل مکمل عملی و تطبیق نشده که از جمله کوارتز است که یک نوع منرال است و در پالی ازی منرال های دیگر است که در خاک وجود داره. یعنی عموما از نگاه ویدرینگ به دو گروپ تقسیم میشه و از نگاه انحلالات کس به دو گروپ منحل و غیر منحل تقسیم میشن. مجموعاً آب و منرال ها جزء غیر عضوی خاک میشه که مجموعاً اجزای عضوی و غیر عضوی خاک باز ابی تو کمپوننت یا قسمت غیر زنده خاک وجود میاره و او را تشکیل میده.